بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث دین باوری. بحث امامت رسیدیم و در بحث امامت رسیدیم به بحث وجود نازنین و مقدس امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. مطالبی را عرض کردیم، رسیدیم به خلاصه از زندگی اون حضرت که تولد اون حضرت و سن امامتشون اشاره شد در جلسات گذشته. مسئله غیبت صغرای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف نزدیک به 70 سال رو اون وجود مقدس در غیبت به سر بردن. اما در اون زمان غیبت صغرا به ترتیب 4 انسان برگزیده به عنوان وکیل و نایب خاص اون حضرت بودن. خود امام اونها رو معین کردن تا فرمایشات اون عزیز و دستوراتشون رو به مردم برسونن و از اون طرف هم حوائج مردم، سوالها و مشکلات آنان رو به محضر امام سلام الله علیه برسونن. اون بزرگواران، اون 4 نفر نواب 4 که منصوب از خود حضرت بودن، جناب عثمان ابن سعید عمری، فرزند ارجمند ایشون جناب محمد ابن عثمان عمری، سوم جناب حسین ابن روح نوبختی و 4 علی ابن محمد سموری. این 4 بزرگوار اینها نواب خاص اون حضرت بودند که توسط خود اون امام اونها تعیین شده بودند. اما مسئله غیبت کبرا شروعش پس از سپری شدن دوران غیبت صغراست که از طرف خدای متعال مأمور شدند غیبت کبرا داشته باشند امام سلام الله علیه. در غیبت کبرا نایب ویژه‌ای که به خصوص او رو معین کرده باشن امام ندارن و دستور دادن که مردم در احکام دین به فقهایی که همه شرایط تقلید رو دارا هستن مراجعه کنن، که در این باب هم البته بحث بسیاره، اما اجمالاً به حکم عقل هم که انسان در هر امری که علم اون رو ندارد مراجعه میکنه به عالم اون. با توجه به عدم دسترسی به اون خلیفت الله، اون امام و حجت خدا، خود اون بزرگواران معین یعنی دستور فرمودن که در عصر غیبت به فقهای رجوع بشه که اونها هم شرایطی براشون مشخص شده. ازا هر کسی باید تلاش کنه و تحقیق کنه و فحش کنه و اون فقیه جامع و شرایط عالم رو بشناسه و وظیفهش رو انجام بده. این غیبت هم خب نمیدانیم زمانش چقدره، خدا میدانه. اما پس از آنی که اذن ظهور به اون عزیز داده بشه، به قدرت الهی زمین رو از عدل و داد پر میکند، پس از آن که پر از ظلم و جور شده باشه، پس از آنی که عز پیدا کند حجت خدا، تمام زمین پر از عدل و داد خواهد شد به اذن الهی و در هیچ جای زمین کوچکترین ظلم و ستمی دیده نخواهد شد. لذا باید خلایق به این باور برسن، به معرفت اون عزیز، و بعدن از خدای متعال جل عظمته تمنا کنند، دعا کنن، خواهش کنن، التماس کنن و واقعا آماده باشن و این باور رو داشته باشن که اون عزیز است که تمام عالم رو پر از عدل و داد میکنه. بلکه انشاءالله خدای متعال هم در ظهور اون عزیز تعجیل بفرماید. نسبت به عصر ظهور اون حضرت، احادیث و روایات فراوانه. از بزرگترین معجزات اون حضرت پس از ظهور آن است که در مدتی نچندان طولانی تمام عرصه گیتی را به عدل و داد مزین می کنند
به طوری که دیگر در هیچ جا غیر از عدل و داد بر عالم حاکم نباشد، عدالت دینی، عدالت اجتماعی، عدالت فردی، عدالت اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و غیر و ذالک. در این امر با نگاهی که ما امروزه می کنیم به دنیای امروز، مسائلی می بینیم کم و بیش تمام مردم می بینن این مسائل رو، با وجودی که در دنیای امروز و قدرت‌های امروز در علم و تکنولوژی پیشرفت بسیار گسترده‌ای شده و دائیه‌ها و شعارهای به ظاهر انسانی و محبوب گوش دنیا رو پر کرده، اما صحنه‌هایی ما می‌بینیم در گوشه کنار این دنیا که اون حق اولیه هر انسانی، اون وظیفه هر انسانی نسبت به دیگری، که اون وظیفه ای که دولت‌ها و کشورها دارن نسبت به ضعفا و مساکین، اینها روی زمین گذاشته شده، چهره‌هایی که واقعا دلخراشه و اونها محروم از کمترین تغذیه جسمانی هستن، اونها حتی نسبت به کمترین غذا هم محرومن. چرا چنینه واقعا؟ و آیا دنیا نمی‌بیند که باید یک خلیفه الهی باشه بر مسند حکومت کل این بشر و اوست که میتواند عدالت حقیقی رو در جهان برپا کنه؟ بله، خب حالا یک وظایفی هست، اونها مباحث در جای خودش، اما ما میبینیم که واقعا بشر نمیتواند، ولو بشری که در علم گوش‌ها رو پر کرده، تکنولوژی او خلاصه گوش زمین و زمان رو پر کرده، اما باز می‌بینیم خیلی این بشر مشکلات عظیمی دامنگیر اوست و این صحنه‌های دلخراشی که ما در گوشه کنار دنیا می‌بینیم، واقعاً چه جوابی انسان می‌تونه نسبت به اونها داشته باشه؟ کشتارها، جنگ‌ها، فتنه هایی که در گوشه و کنار دنیا هست، چه بسا پشت سر بسیاری از این فتنه ها یک تعداد افرادی هستن معدود که اینها فقط چون اموال دنیا در اختیارشونه، قدرت دنیا در اختیارشونه، در گوشه کنار دنیا فتنه ایجاد میکنن. نمیش انسان های ضعیف، انسان های ناتوان که باید مانند پدری مهربان بر اونها باشن، با دسیسه اینها رو به جان هم میریزن. چه کسی میتواند اون انسانیت حقیقی رو در عالم زنده کند؟ او وجود مقدس خلیفت الله، امام زمان، روحی و ارواح العالمین له الفدا هستن. در خدمت شما باز خواهیم بود انشاءالله. جلسات آینده هم بحثا رو پیگیر باشید. خدایار و نگهدار شما باد.